بازم در خدمت شونیم. واقعا ماشالله به شما، ماشالله، ماشالله به شما، ماشالله. شما خیلی قشنگین، خیلی. خب عرض کنم خدمتون که ما هم خیلی خوشحالیم که بازم در خدمت شماییم و میتونیم با هم دیگه معاشرت بکنیم و یک شب دیگر با خندوانه بتونیم دیگه برسونیم به آخراش و بریم بخوابیم. خب یه نکته بگم راجع به آدم هایی که اهل تغییر دادن زندگیشونن و آدم هایی که اهل تغییر دادن زندگیشون نیستن. بعضی هستن که خیلی سختشونه بتونن چیزی رو تغییر بدن. یعنی طرف سال 62 یه ماشین خریده و این ماشین دیگه واقعا الان تفلک افتاده، به سر و صدا موتور داره خودشو میکشه، یعنی رسما دیگه به حرف اومده، میگه رامبو جان دیگه نمیکشم، تموم کن، بسمه. ولی اون ولکن نیست. اگه بهش بگی ماشین تو عوض بکن، میگه چرا، داره هنوز کار میکنه، خوبه دیگه. حالا اونم مثل ما خسته شده. و مثلا فکر کن بعضی هم هستن که 15 سالگی اداره رو دارن میرن، شب تا صبح، صبح تا شب دارن غر میزنن به حقوق کمشون، اخلاق بد همکاراشون، مسیر دور ادارهشون، نمیدونم رئیس بد اخلاقشون، مدام دارن میگن. بعد میگه خب آقا جون اگه اینقدر حالت بده، خب خانم جون، آقا جون اینقدر حالت بده، خب ول کن، تغییر بده شغل تو. ببین همچین دست و بالشون یخ میکنه، چششون سیاهی میره، ضعف میکنن، فکشون دیگه نمیگیره و اینا، که انگار گفتی مثلا شب بعد بری توی قفس شیر بخوابی. اینقدر میترسن از تغییر دادن. بعضی هم دیگه از اون بر میافتن، دیگه انقدر تغییر میدن که دیگه نمیفهمی کی به کیه دیگه. مثلا فکر رفته دانشگاه ثبت نام کرده، همه کاراشو انجام داده، میره دانشگاه، همین که برنامهشو میگیره میبینه 3 تا کلاس شده ساعت 8:30 صبح، درجا رفته، انصراف داده، اصلا رشتهشو عوض کرده. یا مثلا فکر کن با کلی بدبختی و دوندگی و قرض و قوله و اینا رفته مجوز گرفته و جا گرفته، میوه فروشی زده، روز دوم با شلیلا دعواش میشه، بعد میزنه اونجا رو تعطیل میکنه، میاد بیرون، بعد میره واسه خودش تعطیل میکنه، همه چی رو میفروشه و اینا، میره یه ماشین میگیره، میره مسافرکشی میکنه. در حینی که داره مسافرکشی میکنه یه استاد دانشگاه سوار میکنه، با استاد دانشگاه گپ میزنه، از استاد دانشگاهی خوشش میاد، تصمیم میگیره میره ماشین رو میفروشه، میره درس میخونه، کنکور میده که بره استاد دانشگاه بشه. میره میشینه استاد، همون توی جلسه از مدل موی ممتحنه خوشش میاد، میره آرایشگاه میزنه، برگشت تحویل میده، میره. این دیگه واقعا به نظرم تغییر نیست دیگه، این مشکلات جدیه، یعنی بلا تکلیفیه این. و این دمدمی مزاج بودن و بلا تکلیف بودن توی زندگی. آدم هایی که خیلی محتاطن مثل اون دسته اول و محافظه کارن تا این حد که اصلا انگار ننگاره که عمرشونه داره میگذره. این که آدم نمیتونه
تشخیص بده که آقا این مسیری که دارم میرم غلطه، حتی اگر 20 سال توشم فیچی کن برگرد از یه مسیر دیگه برو درستش رو پیدا کن. عمرت مهمترین چیز زندگیته، مهمترین چیزیه که داری، عوضش کن، مسیرت عوض بکن. من بعید میدونم آدم هایی که اینقدر محافظه کارن بتونن آدم های موفقی باشن، من بعید میدونم. حاضرم بشینیم با هم کلی گپ بزنیم، ولی میخواییم بیانیم بیانیم اینجا و آدم هایی هم که از اون طرف اینقدر جا به جا میکنن خودشون رو، اونها هم به نظرم فرصت نمیکنن چیزی رو بچشن، مسیری رو بفهمن. من به نظرم این اشتباه نشه، پشت کار با این چیزه که داریم میگیم فرق میکنه. به هر حال امشب هم یک کسی میاد که یک روزی متوجه شده دلش میخواد مسیر زندگیشو تغییر بده و این خیلی چیز باحالی. من پیشنهاد میکنم، شاید الان یهو به نظر بیاد که این چیز بی ربطیه، ولی به نظرم اصلا بی ربط نیست و خیلی درسته، که خواهشم اینه که شادی برنامه امشب رو تقدیم بکنیم به خانواده شهدا، به خاطر اینکه اونها هم یک روزی متوجه شدن باید یه چیزی رو تغییر بدن و انقدر پای این واسادن که حتی جونشون رو هم تقدیم کردن. به احترامشون بلند شیم. شهدا برای ما عزیزن، خانواده هاشون هم بسیار 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 عزیز. پس شادی برنامه امشبمون رو تقدیم میکنیم به خانواده عزیز شهدا. بفرمایید بفرمایید. خیلی هم عالی. آقای شاه حسینی، آقای شاه حسینی متشکرم. سوال پایانی یه سرودم بخونید. آها سرودم میخونیم، خیلی هم عالی. عرض کنم خدمتتون که سوال اینه، کارگردان فیلم سینمایی شوخی کدوم یکی از این اسامیه که عرض میکنم؟ یک، آقای همایون اسدیان. دو، آقای محمد رضا هنرمند. سه، آقای ابوالحسن داوودی. چهار، خانم مرضیه برومند. کسی اینجا میدونه جوابو؟ نگه ها فقط میدونه. پس ببین تو خونه ها چه خبره، هیچ کس نمیدونه. هیچ کاری نداره، الان توی اینترنت برید بزنید فیلم شوخی میاد کیه و باز یه لاغل اطلاعی بهتون اضافه میشه که خوب. پس به 6620 ارسال بکنید و میدونید که هر شب کسایی که جواب درست دادن بینشون قرعه کشی میکنیم، یک نفر 500 هزار تومان نقد بهش جایزه میدیم. کسایی که کل هفته با ما بودن و جواب سوالا رو دادن بین اونا قرعه کشی میکنیم آخر هفته، به یک نفر 5 میلیون تومان جایزه میدیم. خب نکته اینجاست که اینی هم که الان اینجاست غلطه. اینه بگی بزن بقل دستت. خب بریم یه آواز با هم بخونیم، یه با هم دیگه بخونیم و کیف کنیم. موافقین؟ خیلی خب بریم، آماده با هم بگیم یک دو سه چهار برو. یک دو سه چهار. ایران من همیشه پرچمش بالا میمونه، دلش خوصه چون میدونه پشتش هم گرد میمونه، وایسادیم پشتش همه با هم، همه با هم میسازیم این راه رو با هم، همه با هم اینو بلند بگیم دور هم، آماده این که اینو بلند بگیم دور هم. خلیج خواه خلیج هم میشه بیه پاس، خلیج
شکست جز اینا راه هست هنوز خنده که هست خنده وانه هست خنده وانه دست در خلیج فارس خلیج فارس خلیج همیشه بیه فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج همیشه بیه فارس خلیج فارس آقای ایشا حسینی جده چی شدی؟ چی اینجوری میکنی؟ چرا قد تکون تکون میخوری؟ کل لباس های عموم رو برداشتیم ریختم تو ماشین لباس شویی؟ خب بعد این ماشین لباس شویی شروع کرده لرزیدنی انداخت بیاد تو استدیو ما راشو کج کردیم ماشین لباس شویی داره میره من میشه همچنزی بله آقا چرا نمیشه؟ تقصیر شماست تقصیر شما صد بار ما به شما گفتیم این قدیمیه رد کن بره یه لاین اسنووا بخر بابا چرا دیگه ماشین لباس شو دیگه داره کارشو میکنه فرق میکنه آقا چه فرقی میکنه جان شاه حسینی ما یه نخونه داریم بی صدا بدون لرزش بدون هیچ همه کارا هم داره میکنه نه کمک شاه حسینی برش کرد میاد بس چقدر تکون میخوره چه لغوه ای گرفتین شاه حسینی اومد خدا رو شکر لباس شویی رو آورد یواش حلش کردم خیلی خوب بیه جارون باش گرفتیش بوره کشی گرفتمش الان بسه دیگه تکون نخور دیگه آقا شاه حسینی بسه آخه درست شده واقعا اینقدر تکون میخوره این ماشین لباس شویی بد قلقم بود چه غیر بد بود عجب خیلی خوب ولی فکری براش میکنم خب عرض کنم خدمتتون که بریم قرعه کشی بکنیم لطفا شماره هاتون رو بیاریم بالا صد و یازده زهرا رحیمی هستم خانم رحیمی بفرمایید شماره 6 شماره 6 در جریانیم که بله شما دو عدد کارت هدیه 100,000 تومانی بردید بله. که باید طی قرعه کشید بدید به دو نفر این مال یکیشون این مال یکی دیگرشون شماره 118 و شماره 65 سلام مهدوی هستم خانم مهدوی بله. زینب اسدی زاده هستم خانم حسنی زاده خانم رحیمی به شما یک کارت 100,000 تومانی هدیه دادن خب شماره بعدی ۹۸ محمد مهدی صفاکار هستم بفرمایید آقای صفاکار شماره 4 4 شماره 96 من حرفی نزدم من یک کلمه حرف نزدم محمد صادق رضوی آقای رضوی بفرمایید 7 7
الان 103 احمدزاده هستم، شماره 14. آقای احمدزاده شماره 14. یه سینما تشریف میبریم با 4 تا همراهتون، 5 نفر مهمون خندوانه. برین یه فیلم تماشا کنین، کیف کنین. خودم میکشم. 126 جمال درمگزین هستم. بله بفرمایید. شماره 2. بریم بیا. 1 2 3 بریم بیا. کارگردان فیلم سینمایی شوخی، کدوم یکی از این اسامیه که خدمتون عرض میکنم؟ 1 آقای همایون اسدیان، 2 آقای محمد رضا هنرمند، 3 آقای ابوالحسن داوودی و 4 خانم مرضیه برومند. هر کدوم فکر میکنید درسته عددش رو به 6620 بفرستین و میدونید که هر شب کسایی که جواب درست دادن بینشون قرعه کشی میکنیم، 1 نفر 500,000 تومان نقد بهش جایزه میدیم. کسایی که کل هفته با ما بودن و جواب سوالا رو دادن بین اونا قرعه کشی میکنیم آخر هفته، به 1 نفر 5,000,000 تومان جایزه میدیم. حالتون چطوره؟ عالی. خدا رو شکر. عرض کنم خدمتتون که این جشنوامه جهیزیه اسنووا رو اصلا از دست ندینا. بسیار بسیار چیز باحال و به درد بخور و قابل ملاحظه ایه. شما میتونید اجاق گاز، یخچال فریزر، ظرفشویی، لباسشویی، تلویزیون رو با ماهی 320,000 تومان فقط، همه اینا رو با ماهی 320,000 تومان 36 ماهه بدون پرداخت ریالی به عنوان پیش پرداخت از دم قسط تهیه بکنید و خیلی خیلی راحت. اصلا دیگه به ماجرای جهیزیه و اینا خیلی نگرانتون نکنه، خیلی فکر نکنین و در بخشای دیگه هزینهاتون انجام بدین. این بسیار نکته مهمیه. دم بچه‌های اسنووا واقعا گرم، دمشون گرم. من یه چند تا از کامنت هایی که برامون فرستادین رو میخونم. خانم الناز نوشتن رامبو اینقدر اینور اونور نرو، مواظب هیربود باش خانومی. یعنی انقدر این ماجرای این چیز زیاده خانومی که زنگ میزنه و اینا که نه تنها من به ایشونم باید توضیح بدم، به خانوم النازم باید توضیح بدم که من رامبد جوانم، من مردم، من هیربود فلان فلان. خیلی جالب بود. خب آقای یزدان نوشتن برنامه آقای سرحدی عالی بود، ایشون تقریبا همسن من هستن اما ایشون به اوج مدارج رسیدن و مخترع شدن و من دارم برای خندوانه کامنت میذارم، متاسفم. الان شما از آقای سرحدی تعریف کردین، یا زدین ما رو لیک کردین به خاطر یه دونه
کامنت گذاشتن کامنت گذاشتن برای ما مگه تأسف باره بله با مزه میخندیم. خانم بهار نوشتن یه روزی به خاطر مردم میام و با ناخونگیر تو رو میکشم و دنیا رو از دست موجودی به اسم رابط جوان راحت میکنم. ممنون از برنامه خوبتون. اگه میخوایی با ناخونگیر من رو بکشیم بعد چیجی رو بعد از برنامه تشکر میکنیم. برحال ببخشید. من به نظرم ایشون تشویق داره واقعا. آقای علی عباسیان گفتن سلام، سیم آنتنمون قطع شده، نسیم نداریم، میشه امشب برنامه‌تون رو پخش نکنین؟ یه دوست قشنگ اینجاست، انقدر ناز می‌خنده که آدم کیف می‌کنه. من پیشنهاد می‌کنم شما مثل این که به هر حال می‌تونین اینترنتتون وصله، دارین کامنت و اینا میدین و پیشنهاد میکنم حالا دانلود کنین ببینین دیگه. به هر حال فکر کنم کسایی که هنوز سیمشون وصله تعدادشون بیشتر از شما سلام یه چند نفری، به خاطر اونو بذارین پخش کنین. و آقا یا خانوم فقط تنهایی گفتن من سلطان طنز فانتزی ایرانم، کجا قرار از توانایی های من استفاده بشه؟ خوشبختم منم آخرین بازمانده یوز پلنگ های ایرانی هم. امیدوارم مسئولین فکری به حال من و شما بکنن. من سلطان طنز براتون آرزو میکنم که حالا ایشالا دیده بشید. خانوم الینا گفتن ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم، التماس میکنم، به پاتون میفتم ای بابا سرکار خانوم، لطفاً هیچ لباس، هیچ وقت لباس های راه را نپوشید، هرگز. سرکار خانم من قول میدم دیگه هیچ وقت لباس راه را نپوشم. اینقدر خواهش میکنم حالتون بد نشه، دوتا نفس عمیق بکشین، هیچ چی خراب نشده، هیچ مشکلی پیش نیومده. من واقعا دارم رشه میگیرم یواش یواش. سلام. خوبید؟ متشکرم. آقای رامبد جوان؟ بله بفرمایید. مژدگانی بدید آقای جوان. همین که شما زنگ زدین مژدگانی داره، بفرمایید در خدمتتونم. بنده شعبانی هستم از اداره حیوانات بیپناه. خب. رده خزندگان، بالا رده چهاراندامان، شاخه تنابداران، زیر شاخه مهرداران، فرو شاخه آروارداران، زیر راسته نهانگردنها، راسته بیکمانان آب پردداران، دایره لاک پشتسانان. خوبید؟ بله خواهش میکنم. چقدر پیچیده و اینجاست، محل کارتون چقدر عجیبه، ولی من چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟ جناب جوان ما یک لاک پشت گوشت سرخ پیدا کردیم که مال شماست. لاک پشت گوشت سرخ مال من؟ اگه زحمتی نیست بیای زودتر ببریدش دیگه، جا نداریم. من آخه اصلا لاک پشت ندارم. من لاک پشت ندارم، چجوری متوجه نمیشم؟ خب پس اینی که الان دست ماست برای کیه پس؟ من چه میدونم؟ آخ من لاک پشت ندارم. باید بدونید دیگه، چون مال شماست. شما از کجای هم مطمئنی مال منه؟ ما کارمونو خوب بلدیم آقا، با یه نگاه میفهمیم کدوم خزنده به کی تعلق داره. با یه نگاه میفهمیم چه خزنده مال کیه؟ بله بله، هیچ لاک پشتی بیشتر از یه روزم اینجا نمیمونه، خیالتون راحت. متشکرم، ولی من آخه اصلا لاک پشت ندارم و نمیدونم. چرا اینقدر مقاومت میکنید؟ روی قلادش اسم شما رو نوشته. لاک پشت قلاده داره؟ به هر حال که من مطمئنم این لاک پشت مال شماست، یعنی مطمئنم واقعا. اما نمیفهم اصلا چجوری، من ندارم، چجوری شما مطمئنی واقعا؟ از نگاهش، راه رفتنش، خندیدنش. ببخش. خندیدنش عین شماست. آقا دیوونه شدم. ای بابا خانم خیلی کارتون زشته. شوخی کردم خانومی، ناراحت شدی؟ خانومی ناراحتی؟ نه دارم کیف میکنم، اینقدر خوشحالم تو پوست خودم نمیگنجم. میخوام از دوستان کمک بگیرم. خانومی چی؟ میگم میدونستم خوشحال میشه خانومی، دیگه اخلاقات دستم اومده. خانم خواهش میکنم تموم کنین، چه اخلاقی بند از شما اومده؟
قطع بکنید واقعا بس دیگه. دیوونم کردین شما. چه بد اخلاق. یادم رفی انتقاد بکنم از برنامه‌تون. میتونم انتقادی داشته باشم. حالا بس هر زنگ میزنی انتقاد میخوای بگم من وظیفه‌تون انتقاد کردن از ماست. خواهش می‌کنم قطع کنین دیگه. مجبورم خانومی، میفهمی؟ مجبورم. چرا مجبورین؟ مجبور نیستین. اگه یه سوالی بپرسم قول میدی راستشو بگی گلم؟ چیه؟ چرا عمدن اون مهمونایی که من دوست دارم رو دعوت نمی‌کنید؟ می‌خواین لج منو در میاری داره؟ خانم من اصلا شما رو نمی‌شناسم بخوام لج شما رو در بیارم. آخه من چه می‌دونم شما کدوم مهمونا رو دوست دارین؟ وا خواهری ما این همه پای تلفن با هم دیگه صحبت کردیم. بعد هنوز همچین چیز ساده‌ای رو از من نمی‌دونی؟ خانم چه می‌دونم؟ بگو می‌خواین لجمو در میاری دیگه. بابا چرا می‌ریزین به سرکار؟ خانم من چرا بعد لج شما رو در بیارم؟ آخه من چیکار دارم؟ ما داریم برنامه‌مون رو می‌سازیم. خدای بزرگ. دیگه اینو بعد از خودت بپرسی گلم. لابد مشکلی روی روانی داری دیگه. خیلی زیاد صحبت کردیم. خانم هم نمیخوای قطع کنی؟ من کار زندگی دارم ها. مثل تو بیکار نیستم که مثل شمایی برم این ور اون ور. حالا زنگ میزنی اشکالی نداره، ولی 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت داری حرف میزنی. قطع نکنی قطع میکنم ها. متاسفم گلم، وقت تموم شد، باید دیگه قطع کنم. خداحافظ. چی میگه این واقعا؟ چی میخواد از جون ما؟ تلفنشون اگه میشه بدین بگیری کنن شکایت کنیم ازشون. منو داره دیوونه میکنه ایشون. اوف، خندوانه است. باید به اعصابمون مسلط باشیم. 1 2 3 آقای شاه حسینی. بله آقا. آقای شاه حسین تشریف بیارین تو دوربین نگاه کنین. این آقا اسمشون شاه حسینیه. شاه حسینی رو خیلی خوب میشناسین. شاه حسینی برای اینکه برای گوشی شارژ بخره، برای سیم کارتش، توی وقت و بی وقت و توی سرما و گرما پا میشه میره ATM و از اونجا شارژ میخره. شاه حسینی هیچ وقت به حرف من گوش نمیده که میتونه خیلی راحت از 7-80 شارژ بخره بدون اینکه تو خیابون بره، بدون اینکه تو ترافیک بره، ترافیک درست کنه، آلودگی صوتی درست کنه، هوا رو آلوده بکنه و کاغذ حروم بکنه. شاه حسینی حتی ایدی هم دوست نداره و نمیدونه که، یعنی میدونه ولی گوش نمیده که اگر برای اولین بار میخواد از 7-80 شارژ بخره میتونه 1000 تومن هم ایدی بگیره. مثل شاه حسینی نباشین، با 7-80 دوست باشین. دوست خوبیه. متشکرم شاه حسینی. خواستم در سبرتی باشی برای دیگر. متشکرم. 1 2 3 بریم بیار. خانم ها، آقایان، مهمان این بار خندوانه در اصل 2 تا مهمانه، به خاطر اینکه از نظر کاری و حرفه‌ای زندگیش به 2 بخش تقسیم میشه. اجازه بدید ابتدا اونی که قدیمی تره رو و هممون بیشتر، یعنی از قبل تر میشناسیم رو دعوت بکنم و او یک فوتبالیست
با یک گل ملی. خانم آقایان دعوت میکنم با افتخار از جناب آقای پژمان جمشیدی. خیلی ممنون. مرسی. خیلی متشکرم. حالتون چطوره؟ شب شما بخیر. شب شما بخیر. بفرمایید. ممنون. اجازه میدین؟ خب. وقت نخواهید از صدا. تمنا میکنم. نه واقعا خواهش می‌کنم. بفرمایید. خواهش. متشکرم. وقت خوش. خیلی خوش اومدین. خیلی ممنونم. چقدر شما خوشتیپین مثل همیشه. خیلی تلاش کردم امشب. نه شما همیشه موفق بودین بابا. آقا حال احوال می‌کنین؟ بله. من اول سلام عرض می‌کنم خدمت همه حضار داخل استودیو. خسته نباشید، میگم به شما و همه عوامل محترم برنامه‌تون و سلام میکنم خدمت همه بینندگانی که صدای من رو و تصویر من رو دارن. خیلی خوشحالم که برای بار دوم اومدم خواندوانه و در خدمت رامبد جوان عزیز. مخلصیم خدمت از من. خیلی ممنون. خیلی خوش اومدیم. خیلی متشکرم. قربونت برم. آره پژمان جان لطف کرد توی فصل یک یک بار دعوت ما رو قبول کرد، قدم گذاشت سر چشمن و اومد. خیلی هم شب خوبی شد کلا. بله. کلی هم حال کردیم، خندیدیم. بله. رفتیم تو تماشاچی نشستیم. بله. بله. خیلی هم عالی. آقا چه خبر دارین؟ چیکار میکنین؟ من یه عذرخواهی میکنم، یکم دیر شده امشب من بیام خدمتتون. سر سریال آقای سامان مقدمم که برای نوروز داره آماده میشه برای شبکه 3. چالی. بله و خیلی به شدت کار میکنیم چون این سریال از نوروز پخش شروع میشه ولی 60 قسمت هست. او. تا اواخر اردیبهشت ادامه داره، برای همین خیلی بکوب گروه داره کار میکنه تا برسونن به ایدو. ما فکر میکنم از 60 قسمت الان 18 قسمت رو آماده کردیم. بله کاریه به عقبیم. بله عقبیم، ولی خب حالا داریم میگیریم دیگه. حسنش اینه که تو یه لوکیشنه و خیلی تغییر نداره لوکیشن اون. بله و تهیه کننده آقای رحیمیه، بازیگرای خیلی خوبی داریم مثل خانم آسایش و آقای آیش و خانم تیموریان و خانم خیراندیش و آزاده صمدی و آقای ژوله و دوستان این شکلی و برای همین خیلی جمع خوبی داریم. فکر میکنم یکی از سریالایی باشه که مردم بهش اقبال نشون بدن و ببینن. خیلی عالی. شما الان مهمون اول ما هستین که فوتبالیستین. بله. خیلی ورود نکنیم به بازیگری. هر جور سلام میدم. بفرمایید که تو هر روزم فوتبال بازی میکنی؟ تفریحی و تفننی. بله. هفته ای دو روز فوتبال بازی میکنیم با دوستان سالون. هفته ای دو سه روزم خودم ورزش میکنم. بله تو خود آپارتمان 90 خورده ای متری. آره یعنی بلدم که چیکار کنم که ضربان قلبمو ببرم بالا، یه تعرقی ایجاد بشه. آره آقا بفرمایید که اولین باری که شما فکر کردین فوتبالیست شدین کی بود، چه جوری شد؟ حقیقتش من همیشه گفتم من هیچ وقت فکر نکردم به اینکه فوتبالیست بشم. یعنی طوری بود که فوتبالیستی. آره من اصلا از وقتی بدون، یعنی وقتی به راه می‌رفتم همش یه توپی جلوی پام بود، عاشق فوتبال بودم. ولی در خانواده‌ای که فوتبال باشن اصلا نبودی؟ اصلا تا چند پشتمون من یادم نمیاد کسی تو محلشون هم بازی کرده باشه. خیلی نه داییام نه عموام هیچکونم هیچ علاقه‌ای، نه پسرم و پسر دایی پسرم هیچکونم علاقه‌ای به فوتبال نداشتن. ولی من خانواده به دنیا میومدم. جامونو عوض می‌کردم. آره پدرم ولی علی فوتبال. خب بگو که بعد چه جوری شد؟ بعد مخالفت میشد به هم؟ بله بله، من چون هم پدرم هم مادر خدا بیامرزم هر دوتاشون فرنگی بودن، خیلی ممنون، و مخالفت میکردم. البته پدر من کاملا ورزشی بود ولی چون دیگه وارد آموزش پرورش شده بودن سالها و دبیر خیلی شناخته شده ای هم بودن در کرج، خیلی سفت و سخت به من فشار میبودن که تحصیلات رو ادامه بدم و اون موقع هم تو فوتبال پول و اینجوری نبود، حتی شهرت فوتبال هم مثل شهرت این دو دهه اخیر نبود. زمانی که من حالا دبستان بودم و راهنمایی بودم به این شکل اصلا فوتبال نبود. برای همین خانواده من هیچ وقت دیوونه کسی نبودم غیر از مارادونا، ولی تیم ملی که تو پکن تو بازی‌های آسیایی توسط آقای پروین به مربیگری آقای پروین قهرمان شد، حالا احتمالاً اینجا آدمایی هستن که یادشون، اون تیم محبوب‌ترین تیم تاریخ زندگی منه.
و شاخصای بازیکن که همشون شاخصه، یعنی من وقتی ارنج اینا رو یادم میاد همشون فوق العاده از آقای عابدزاده در دروازه بود، آقای پنجالی دفاع آخر بود، آقای حسنزاده دفاع جلو بود، دفاع چپ آقای محرمی بود، دفاع راست آقای زرینچه بود، هافکای وسط آقای شاهرخ بیانی و مرحوم سیروس قایقران بودن و آقای فنونی زاده، آقای نامجو مطلق بود، آقای ابتهی بود، مرتضی کرمانی مقام بود و آقای پیوس و آقای مرفاوی، اینا هایلایتاش بودن که همشون برای خودشون در زمان خودشون فوق العاده بودن. با کدومشون تونستی تو هیچ وقت بازی بکنی؟ من با آقای عابدزاده یه مقطع کوتاهی تو تیم ملی هم بازی شدم. هیچ هیجان انگیز نبود؟ خیلی فوق العاده. من هفته سومین باری که وارد یک مسابقه در رده بزرگسالان شدم، آقای قایقران مربیمون بود و ایشون دقیقه مثلا 75-80 خودش اومد تو زمین، یعنی هم مربی بود هم بازیکن، و من وقتی برگشتم لب خط دیدم آقای قایقران داره میاد تو زمین، پام سست شد، یعنی اصلا اینکه من الان با آقای قایقران هم بازی میشم برام خیلی عجیبه. با آقای کرمانی مقام توی کشاورز هم بازی شدم، خیلی دوستش داشتم. آقای شاهرخ بیانی و من تو اردوی تیم ملی امید بودیم تو شهریار، ایشون فوتبالش تموم شده بود، تو کلاسای مربیگری بودن، تو همون کمپی که ما بودیم دورهای مربیگری ایشون برگزار می‌شد. من طبقه سوم اومدم از پنجره نگاه کنم، دیدم که آقای شبی آقای بیانی داره میاد، یادم افتاد که اینجا کلاسای مربیگری داره برگزار میشه، می‌خواستم از طبقه سوم بپرم پایین، یعنی انقدر هیجان زده شدم، با اینکه خودم اون موقع بازیکن تیم ملی امید بودم، ولی خیلی دوستشون داشتم، خیلی نسل فوق‌العاده‌ای بودن، یعنی آدمایی بودن که شما با هیچ لباس اینا رو نمیتونستی تصور کنی، یعنی اینا انگار به دنیا اومده بودن فقط فوتبالیست بشن. آره. واقعا هم ستاره بودن همش. از خب بعد ادامه داشتی میدادی، بعد بالاخره کی رفتی بالاخره تیم ملی؟ بله، من از سال 75 وارد چرخه فوتبال بزرگسالان و لیگ شدم با کشاورز. سال 76 اومدم پرسپولیس، یه مقطع کوتاهی 5-6 هفته تو پرسپولیس موندم، آقای متکوویچ مربی پرسپولیس بود، آقای پروین یه 5 سالی در فوتبال نبودن، بعد از 5 سال مشکلاتشون حل شد دوباره برگشتن به فوتبال، که من یادمه که مثلا استادیوم کارگران 5000 تا جا میگرفت برای تمرینات پرسپولیس بود، 20000 تا آدم اون روز اومده بود که بازگشت آقای پروین رو جشن بگیرن. وقتی که ایشون اومد من باشون صحبت کردم که من بازی بهم تو این تیم نمیرسه، اینقدر فوروارد داشت، من اون موقع فوروارد بازی میکردم، یعنی خط حمله فهم. میدونستم که بازی ساخت آشون بلدیم. بله بله بله، یه بار بازی کردم برای یه بار فوروارد رو فهمیدیم خیلی خوبه، ولی تعریف کردم که توپم به پام نخورد. بعد آقای حمید علی دوستی اون موقع مربی سایپا بودن، یه 10 دقیقه من با تیم ملی دانشجویان جلوی تیم آقای علی دوستی یه بار بازی کرده بودم مثلا چند ماه قبل، از همون 10 دقیقه ایشون همیشه با از طریق دوستان و کسانی که ارتباط داشتم من میشینم که دوست دارم من برم تو تیم ایشون بازی کنم. من وقتی دیدم تو پرسپولیس شرایط خوبی ندارم، سال 76 بود، اون موقع خب موبایل و اینا هم شکی نبود، آقای علیدوستی که الانم با موبایل خیلی نمیشه پیداش کرد، از طریق تلفن خونه باهاشون تماس گرفتم و صحبت کردم و ایشون گفتش که شما هر روزی که رضایت نامه تا پرسپولیس گرفتی سایپا درش به روی شما بازه. من با آقای پروین صحبت کردم، از ایشون رضایت نامه رو گرفتم و اومدم پرسپولیس، اومدم سایپا، یک سال و نیم با آقای علیدوستی تو سایپا بودم، بعد ایشون رفتن از سایپا، آقای مایلی کوهن اومدن، یک سال و نیم من با آقای مایلی کوهن سایپا بودم، اواخر سال 79 قراردادم تموم شد اومدم پرسپولیس تا 84 دیگه بهم سنوات ندادن، درسو گذاشتم کنار رفتم پاس خدمت سربازی، 2 سال پاس بودم، سال 86 رفتم استیلازین، اولین سال تاسیس استیلازین بود، با آقای پروین رفتم استیلازین، سال 87 رفتم فولاد خوزستان، سال 88 رفتم ابو مسلم مشهد و عید 89 فوتبال رو گذاشتم کنار، تصمیم گرفتم که بازی نکنم، حتی اون سال تصمیم گرفتم که بازی نکنم، ولی دیگه پیشنهادی بهم خیلی نشد که سال بعدش بخوام ادامه بدم. تشویق کردن انقدر کار کردی. و تو خودت میاد پرسپولیسی میدونی؟ بله، خب من 5 سال برای پرسپولیس بازی کردم، به غیر از اون 76 که رفتم و بازی بهم نرسید، اون 6 هفته برای پرسپولیس بازی کردم و خب تا وقتی وارد این تیم‌ها نشی و از بیرون نگاه کنی تعریفی از هواداری و عشق و علاقه به این تیم‌ها رو نداری، ولی وقتی وارد اون تیم میشی میفهمی که مردم چقدر دوستن، یعنی من از روز اولی که با این تیم قرارداد بستم و خبری شد و خبر رسانی شد مردم مطلع شدن، هر سوپرمارکتی جایی که میرفتم از پیر و جوان میگفتن که آقا استقلال رو ببریم،
فقط استقلال برای، یعنی من 5 ماه تا روز اولی که دربی رو بازی کنم فقط این جمله رو میشنم که آقا استقلال قهرمان نشدیم، نشدیم، استقلال رو ببریم. من فهمیدم که جای عجیبی اومدم در صورت. خاطر از آقای پروین؟ آقای پروین همش خاطر هست. خاطر بامزه؟ ایشون شما رو دوست داشتن؟ ایشون منو دوست داشتن خیلی، منم خیلی دوست داشتم، هنوزم میبینم اشغل میشم. هر شب خونهشون رفتم، بعد ایشون، من خونه دامادشون بودم بالا، رفتم طبقه پایین آقای پروین رو ببینم، ماچش کردم، زیادم مزاحمش نمیخواستم بشم، ماچش کردم اومدم برم از دربین، رفتم در توالت رو وا کردم. خب آقای پژمان خان اون یکی رفتم بعد اصلا خیلی 180 درجه با هم فرق میگه این بار بود. هنوز هم میبینمش قول میشن فوق‌العاده است. جوک بلدی بگی؟ نه خیلی، نه. خاطره بیشتر میگم تا جوک نه. قبلا جوک بیشتر بود، الان کم شده. مزه برامون میگی؟ والا خاطره خیلی فوتبال خاطراتش زیاده، ولی تو یکی از آدمایی که خیلی شیرینه و البته من مدیونش هم تو زندگی، بخاطر اینکه اولین آدمیه که منو به تیم ملی دعوت کرد آقای جلال طالبی. خیلی آدم محترمیه خیلی و احترامش یه ذره بالاتر از اون چیزی که بعد تو فوتبال ما باشه، ولی خیلی حرفا رو بعضی‌ها پس و پیش می‌زدن و اشتباه می‌کردن و اینا. یه بازی تیم ملی با فلسطین داشت و یکی چ تیم ملی جلو بود، دقایق آخر یه اتفاقی افتاد، ما اتفاقی از فلسطین گل خوردیم، مثلا قرار نبود از فلسطین، کسی باورش نمی‌شد. بعد ایشون اومده بودن تو رختکن، ایشون داشت قدم می‌زد، خب طبیعتاً خیلی عصبانی، خیلی با دستش بازی می‌کرد و اینا، این دستا اینجوری می‌کرد و اینا، یه لحن بامزه‌ای هم داشت، اونایی که می‌شناسن یا فوتبال دنبال می‌کنن، هی از اونجایی هم که انقدر محترمه هیچ وقت لفظ بد به کار نمی‌برد، احتمالاً داشت دنبال جمله میگشت توی سرش که چی بگه به ما که ما این اتفاق افتاده. همینجوری یه ذره قدم زد تو رختکن و گفت خسته نباشی بابا، خسته نباشی، آدم میمونه، بازی یکیچ برده رو سف سف کنی بیای بیرون. اصلا چطوری میشه یکیچ برده باشه سف سف؟ یعنی داور اینه کشتی امتیاز ازن گرفته. آره، مثلا با آقای برومند یه بار گفت پرویز جان بیا بیرون توپو بگیر، کجا دیدی گل، انقدر سخته، انقدر که برعکس گفتای سخت‌تره، کجا دیدی گل فوله رو بگیرن؟ می‌خواست بگه فوله گله رو بگیرن، گل فوله رو مثلا به من می‌خواست بگه که توپو بزن کنارتر لب خطر، میگفت پژمان جان اینو بلند بده میناوندتر، چون میناوند لب خط بازی مثلا میگفت این تیم لبنان یه شماره چپ داره، شماره 3 بود، عدده یادش رفت. ایناش خیلی بامزه بود، ولی من واقعا از ته قلب اینو نمیگم برای اینکه جبران این حرفایی که زدم، فوق‌العاده با شخصیت و دوست داشتنی بود و حالا اونایی که فوتبال میدونن اولین کسی بود که سیستم 4-4-2 رو آورد و بعد از 3-5-2 که خیلی تو فوتبال ما جا افتاده بود پاش وایساد تا این سیستم 4-دفاعه رو دوباره به فوتبال ما برگردونه و امیدوارم هر جا هست سلامت و شاد باشه. تشویقشون خیلی ممنون. خب آقا برامون آهنگ پخش میکنن، بله، یه جا قطعش میکنن، ما باید بتونیم شعرش ادامه بدیم، یکی شما یکی من، یا یکی من شما، یکی من یکی شما، همینجوری میریم جلو. بفهم اولی من. حتما آسون تره، الان میگه یه توپ دارم قلعه. خشین باشه. نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جرم کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان در جاودان. متشکرم. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم. عمرم دیگه اینجاشو نمیتونستم. خاطره بگم؟ جوک بگم؟ شکلک تا جوک، شکلک تا بالانس بزنم روی دست. آب ندارید؟ برو بریم. گل کنه آقای بقیه دشت امیدم. تموم شد.
وقت سحر شد آفیه نداره. اگه اینه که اصلا آهنگ خوبی نیست. یه بار دیگه از اول. گل پونه های وحشی دشت امیده وقت سحر شد باری کلا نه درست کن. به جرأت هیچ وقت اینقدر شگفت زده نشد اونا که فهمیدم درست بوده. قافیه ولی نداشت. اب نداره خوب بود. مهم نیست. نه بریم. ای دل قلاش مکن فتنه به پرخاش مکن شهر مکن فاش مکن بسر بازه ها مرا توی در توی در منم اون توی یه چیزی توی بگی آب توی نه روز توی روز توی حاصل دریوز توی آب توی کوزه توی حاصل دریوز توی. آره به نظرم یه بار بذار بریم جلو. روز توی روز توی حاصل دریوز توی آب توی کوزه توی آب ببین ماه مرا. خیلی قشنگ بود. خوب بودم. درست گفتین تقریبا. آره حاصل دریوزه شو درست گفتین. برو پشمان چون سه به دام تو به هر لحظه شکارم ای طرف نگارم از دو نامرد از هم بذار بخونه راست یه ذرش یه بار دیگه میزن اگر تاب ندارم بس از قرارم چون سه به دام تو به هر لحظه شکارم ای طرف نگارم از دوری سیاه بگر خواب نگارم. باریکلا. آره اینو ملن میگم. باریکلا. متشکرم. قیافه تموش شد. چه شد این شکلی شد؟ چه جوری شده؟ یه بار دیگه بکن. چه جوری شد قیافتو؟ لبش اومده بود اینجا. یعنی لال بودم حرف میزدم اینقدر نباید تعجب میکرد برای یه دیت. منم اصلا پوزم خورد یعنی واقعا کف کردم به خدا باری کله به تو. من یه کارایی اصلا یعنی یه کاری که بازم بذاره چیه؟ چی؟ میگم بازم بذاره موتور شو چند شو؟ دوتا شو؟ همینا؟ نه بازم داری؟ آره بابا بذار منم. چرا برای شما اینقدر هیجان انگیزه؟ من اینو لباهنگ کردم. خیلی سخته این. با من سلام ای وای یا فکر کردم الان گر زرد ننهم سب کن بابا خیلی هم بالا میخونه همایون خودش بود الان نمیتونه نه گر زرد ننهم وانگه گله کن با من سنما دنگ 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 گله کن آقا بپذیرین ازم دست جمعی دست هم نهم خیلی سخته این. این اصلا توی جشنواره پیرارسال فکر کنم بعد از فیلم آقای نعمت‌الله این تیتراژ پخش شد برخلاف همه فیلم‌ها که وقتی فیلم تمامش میره رو تیتراژ همه تو کاخ جشنواره بلند میشن تا لحظه آخر کسی از رو صندلی تکون نخورد. خیلی درسته. خیلی درسته. خواهش کنم همایون شجریان رو اساسی تشکیل کنید. ماشاءالله همایون ماشاءالله آقا
بفرمایید ما بعد از شما کیو دعوت بکنیم. شما الان بگید یکی رو دعوت بکنیم بخندیم. همایون شجریان. همایون شجریان. جفتمون بریم زنگ بزنیم بگیم بیاد. عالی، درجه یک. وای فکر همایون بیاد خیلی خوش میگذره. خیلی. عرض کنم خدمتتون که چیز آهنگ پژمان. سرار بارون یا کوچه بازم لبریز احساس هنوزم همه بارو صدای ما میشناسه. آقا قبول واقعا صدای من بستم دیگه واقعا. بازم دارم یه دونه دیگه دارم بخی یکی ببره دیگه. من باختم. روزای سخت نبودن با تو خلق امید و تجربه کردم تا به دلم بگیم تو تازم میشه گل خوردم. آقا اگه پژمان بگه تمومه قطعا باختم. نه فرمان شما که همه رو درست گفتی. نه اینو که دیگه قربونت برم. اینو چی اینو بلد نبودین؟ هیچی. راست میگی. آره دیگه راست. من فقط هچپکتا کردم سرخپوستی خوندم ورژن سرخپوستی این موزیکی. برو اینو من کچه الوار پوشیدم بکر از اون مرزی زیاد پوشیدم. خیلی سخت بود. آره آره واقعا به نظرم رسما سخیری کردن. آره شما یه آهنگ گذاشت همه خوندن. آره اینقدر راحت بود. کدوم همه با هم بشنویم بخونیم همه با هم؟ نه چیز رو بریم چاوشی رو بریم. موافقی؟ بله همه بخونیم. بلند ای دل قلاش مکن فتنه و پرخاش مکن شهره مکن فاش مکن بر سر بازار مرا روز توی روز توی حاصل دریوز توی آب توی کوز توی آب توی بار مرا اشکان خطیبی عزیزم این قطعه رو لباهنگ کرد. یادتونه چقدرم دقیق و خوب اجرا کرد. آفرین ماشاءالله به اشکان. آقا من و شما یک بازی پنالتی از راه دور پنالتی که نمیشه گفت در اصل شوت از راه دور به دروازه کوچیک و خالی
پنج تا واکس زدم. پنج تا شرمنده. یه بار واکس زدم. پنج تا شوت شما، پنج تا شوت من الان میارم، این بعد بره عقب و فلان و اینا. یه رفت آمد کوچیک بکنیم انقدی اینجا آماده بشه بعد روز توی روز توی حاصل در روز توی آب توی کوز توی آب توی بار مرا من توضیح بدم قبل از اینکه ما پنالتیمون رو شروع کنیم. این شوت تو قرعه کشی جایزه که به اسمش در اومد عکس سلفی با مهمان بود. بنده خدا استقلالی استقلالی اشکال نمیشه با من عکس بگیری. دمت گرم که قبول کردی. چش بغلت میکنم ناراحت نمیشی که دیدی؟ چی به چه جوری گرفت؟ سوال نمی‌کنه. بفرمایید. عذیت هم شدی. یه جایی بذار که بره تو گل منظور بشیم. شما میزنین اول؟ نه شما بزنین. تک تک میزنین. اولش شما بزن دوباره شما. ببخشید. برو موزیک! این کارو میناوند کرده گل شد بودو بیا پایین کاره دارم پاتو بسه این بالا بسه این بالای پاتو بسه کبه با میشه آرچی بد شانسی بود بد شانسی به خدا بد شانسی نه بابا بعدی رو بخوام با چپ بزنم با چپ خدا رو اکسان نه لیز میخورم چون تکیهگاه چپم بهتره بردم من آره بردم
بردم، چرا میپرسید؟ خیلی بازه چرا میپرسید؟ حق همه بپرسم. سه دو تموم شده رفت. چرا با هم بحث، چرا از هم سوال میکردی؟ تموم باختم. برنامه ریزی شده است؟ نه. یه دونه یه کار عجیبی هم بگو بکن. با این کفش هم میتونم واقعا لیز میخوره، الان با چپ زدم لیز خورده. راست میگی؟ به خدا نمیتونم واقعا. چیکار کنم؟ پلچی؟ پله چیه؟ بده با اون کاری که کرده ببینم من میتونم. با پشت، نه با پشت پازت. ای بابا پله چیه؟ پله پله بار خوب بود. عالی بود. خانم آقایون، پژمان جمشیدی. خب میریم میایم و پژمان جمشیدی بازیگر بهمون ملحق میشه. مرسی، برم. بفرمایید. یک دو سه. بزن دکمه خنده، دکمه خنده، دکمه خنده، بپر حالا بزن اون دکمه خنده. این یه برگست توضیحاتی داره. خندوان قراره مثل همیشه یه کارای باحال بکنه به کمک شما و هفش داد. قراره که با کمک شما مقدار قابل توجهی آذوقه تهیه بکنیم برای شب عید، برای اون عزیزایی که سخته براشون بتونن این اقلام رو تهیه بکنن. خب چی کار میکنین؟ همین الان گوشی رو برمیدارین، میزنین 780 ستاره 96 مربع. در این کار خیر باحال درجه یک برای هموطنهای دیگمون شرکت میکنید. این خیلی کار قشنگیه. خدا رو شکر توی خندوانه یک عالمه کار باحال ما با همدیگه انجام دادیم که هممون خدا رو شکر حالمون خوب از این در کنار همدیگه بودن و خیلی خوشحالیم. دم شما گرم باشه، همیشه سلامت باشه، نعنایی باشه که اینقدر عالی و درجه یکین. و از جریان این جمع‌آوری آذوقه ها و اهدای اونا تا جایی که حفظ آبرو و شرایط درستی باشه حتما 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 فیلم میگیریم. مثل همیشه قولهامون رو تصویری تقدیم شما میکنیم. مخلصیم. آماده این؟ بگیم یک دو سه بریم بیای. شما از کجا تشریف بردین؟ از شما. این همه را با خود راضی به زحمت نبودیم. خیلی دوست داشتم بیام. چرا؟ به خاطر اینکه برنامه خوبیه، آدم میخنده، قطع انرژی میگیره. خودی که داره آقا رامبوت داره میاد، آره وجه میده به تماشاگرا. اونجا آره اونجا رو من دارم شعر میکنه. اونجا خیلی من دوست دارم. من خندوانه خوش میگذره؟ بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار محیطی شاد. اون آقا چی میگه؟ یه گفتن چی داریم مثلا بلنشین چی داریم بگین خندوانه رو اینا تمرین میخواد. اینا تمرین میخواد. بله شما الان حفظ شدین؟ من نه حفظ نشدم، باید تمرین میخواد. هنوز تمرین؟ آره تمرین میخواد. خیلی جالبه، برای اولین بار بود توی همچین محیطی قرار میگرفتم. خندوانه رو که دوست دارید؟ خیلی خیلی. یا به زور اومدین؟ نه خیلی دوست دارم. من اسم یک آدمیزاد رو میگم، شما ببینید ایشونو میشناسین یا نه. اصلا پژمان جمشیدی فوتبالیست، شخصیت بامزه، بیشتر بازیگره ها. فوتبالیست ولی بازیگره بیشتر. من ایشونو به عنوان فوتبالیست بهتر میشناسم. بازیشو قبول نداری؟ الان که نیستش، فیلمی که بازی کرده بودم خیلی دوست داشتم. آها بازیگره. بله بازیگر مردم. بازیکن خوبی؟ نه بازیکن خیلی خوب بود ولی خب دیگه هم یه دونه گل زده بود. کیه ایشون؟ ما نفهمیدیم. فوتبالیسته. بله امیدوارم در آینده بازیگرم بشه. ولی الان فکر میکنم خیلی زود باشه. برخوام
هنوز زوده بهش بگیم بازیگر. آره خاطر تاز رو باید خورد، خیلی مهمه. من فوتبال علاقه ندارم. آره خبر ندارید؟ بله. چرا این بنده خدا گل ملی داره؟ من زیاد نگاه فوتبالی نیستم زیاد. بله. یعنی تو فوتبال انقدر بد بود؟ جان نه بد نبود. خب جذابیت که رسانه داره فوتبال نداره. فوتبال چه خاصیتی داره؟ رسانه یه خاصیتی. سام درخشانی بازیگرتره یا پژمان جمشید؟ سام درخشانی. سام درخشانی. نظر شخصی. اغراق میکنی؟ این حرفو جلوی پژمان جمشیدی هم حاضری بگی؟ بله. بگی سام درخشانی بهتر از شما آقای پژمان. بله. نمیشه که دروغ گفتم. البته این دو بسیار با هم رفیقن. من اینو مطمئنم بعد دیگه فکر کنم بعد این گفتگو نه. خیلی فوتبالیست خوبی بوده؟ بود، ولی چون من خودم به فوتبال علاقه ندارم به خاطر همون بیشتر به بازیگریش علاقه دارم. کدوم پژمان رو بیشتر دوست دارین، فوتبالیست یا بازیگر رو بگو دیگه؟ پژمان بازیگر رو من بیشتر دوست دارم. آها الان به خاطر من گفتی. نه واقعا بگو. بازیگرش که اصلا حرف نداره، خیلی خوبه. اون سریال یا فیلمی یا تئاتری که بازی کرد و شما خیلی خوشت اومد کدوم بود؟ همین فیلم سریال بود، سریال پژمان، همون که به اسم خودش. بله. خانم آقایان، مهمان این بخش از خندوانه امشب و این بار ما کسیه که یک روزی تصمیم گرفت بازیگر بشه. البته نمیدونم که واقعا تصمیم گرفت یا نه، چون وقتی که راجع به ولش کنه بذار توضیح بدم. دعوت میکنم از با افتخار جناب آقای پژمان جمشیدی. بازیگر شدی؟ تو تنها بازیگر، تنها بازیگر نه، تو تنها مهمونی هستی که تو کل چهار فصل خندوانه و نزدیک 500 قسمت تو یه برنامه دو بار رفتید اومدی تو و سه بار عملا اومدی تو استودیو. من خیلی ممنون. دمت گرم. متشکرم. خیلی حس خوبیه. منم افتخار میکنم. لیوانمون عوض شده؟ فکر میکنم آره. بوی شما رو. بچه بوی منو میده. شامی قوی واقعا. میگم بوی شما رو میده. بازم خوشحالم در خدمتتون هستم. بازم خوشحالم در خدمت. یه سلام بده. بازم سلام میکنم خدمت همه حضار. مرسی و بینندگان و شما و همون حرفایی که دفعه پیش. بازیگر شدی؟ خدمت شما. اصلا فکرشو میکردی؟ نه واقعا. واقعا نه. اصلا تصمیمی براش نداشتم. ببخش من حتی خبر دارم تو وقتی بهت پیشنهاد دادن. بله. سریال پژمان رو داشتی نمیپذیرفتی. بله، برای اینکه کار یعنی ریسک ترسناکی بود. بفهم. اگر این اتفاقی که برای سریال افتاد نمیافتاد، من شاید اون زمینه فوتبالی من دست میدادم. یعنی یک شوخی با فوتبال و خودم کرده بودم که جواب نداده بود و تو ذوق خورده بود و خیلی بد بود. آره. اتفاق خوشایندی نبود. این ایده رو من در موردش با پیمان صحبت کرده بودم. پیمان این اتفاقاتی که برای من در طول شبانه روز میافتاد بعد از تموم شدن فوتبالمو براش تعریف میکردم و خیلی میخندیدم. میگه اینا رو یه خطی بنویس که یادت نره. و بعد یه روزی به من ساعت مثلا من و پیمان حالا خود میدونیم معمولا صبح زودی حرف نمیزنیم. یعنی دیر یه بار ساعت 10 پا شدم میدم مثلا 9 ازش یه میسکال دارم. بعد بیدار شدم و بهش زنگ زدم نگران که یه وقت اتفاقی افتاده باشه. نگم ما تلویزیون بودیم، قراره که یک کاری برای نوروز تهیه کنیم، فکر کنم برای نوروز 92 اگه شو یا 1 یا 2 یادم نیست. و سه تا طرح من بهشون دادم. این طرح فوتبالیستا رو خیلی دوست داشتن. بیا کمک کن که اون ایده ها رو چیز کنیم، یه سریال ازش بسازیم. منم گفتم هر کمکی بتونم میکنم. اون موقع با شوخی میکردم میگفتم بعد بزنید طرح از پژمان جمجون. گفت نه با من دزدیدم تموم شد رفت. و بعد دیگه به من گفتش که هنوز صحبت بازی نیست. اصلا نه به من گفتش که
بعد از یه مدت گفت این چیزی که من دارم می‌نویسم بعد یه فوتبالیست بازی کنه، وگرنه میشه مثل همه سریالای شکست خورده‌ای که تو این ژانر ساخته شده. گفتم خوبه ولی خیلی سخته که یکی بیاد نقش اصلی سریال رو بازی کنه مثلا 25 قسمت. واقعا هنوز به خودت فکر آره نه نه فقط در مورد اسم صحبت کرده بود، گفته بود که مثلا اسمشو اسم تو رو بذاریم، مثلا یه سری سریال نام برد برای من که در دنیا از اسامی یه سری آدم استفاده کرده بودم، گفت همشون هم مورد اقبال قرار گرفت. بعد دیگه گفتش که اگه خودت بازی کنی، و بعد دیگه گپ زدیم باهاش و تقریبا 100% آدمایی که با من در ارتباط بودن میگفتن این کارو نکن. 100% حتی یه نفرم منو تشویق به این کار نکرد. بله و دیگه چیز شد دیگه منم به پیمان اعتماد کردم و خیلی خیلی و این کارو انجام دادم. و یادمه که سکانس اولی که ضبط کردیم شاید 70 تا برداشت شد. سکانس سختی هم بود چون من بعدها فهمیدم که این سخت‌ترین سکانس یه بازیگر که با دوربین بازی کنه، یعنی ما اون سکانسایی که حالا اگه یادتون باشه آره با میرفتم مطب پزشک که بعداً صدای آقای تشکر گذاشته شد، اونا رو روز اول گرفتم بعضیاشو. خیلی سخت گذشت. به یادم سروش میومد به من میگفت پژمان ما تا شب اینجاییم و اینو میگیریم، تو خیالت راحت باشه. بعدن که دیگه سریال پخش شد آقای چگینی که تهیه کننده کار بودن به من گفت اصلا دو قسمت رو ما به عنوان نمونه برای تلویزیون فرستادیم و احتمال داشت که قبول نکنن و کامل ما مجبور بودیم دوباره دو قسمت بگیریم با یه بازیگر دیگه. بله که اینا رو من بعدم فهمیدم. آره چون اگه میشیدیم اگه میشیدم که دیگه اعتماد به نفسم از دست میداد. الان از بازیگر بله بله خیلی 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 برای من مثلا من امسال که جشنواره فجر فیلممون انتخاب شد تو بخش مسابقه واقعا یه شب تا صبح به این موضوع فکر می‌کردم که چه راهی و من اومدم و الان تو چه مسابقه ای قرار گرفتم، چیزی که هیچ وقت در زندگیم بهش فکر نکرده بودم. زندگی من خیلی زندگی عجیبیه، یعنی واقعا عجیبه. چرا داری این اتفاق برات میفته؟ نمیدونم چی داره در تو میگذره که اینجوری میشه؟ کی برعکسش معلوم نیست ولی تا الانش که خوب نمیدونم واقعا چه جوری اینقدر میگم قلبت میخواد هر چی که میخوام از صمیم قلب، ولی فکر کنم خیلی از آدما این کارو بکنن، یعنی همه آدما وقتی یه چیزی رو میخوان از صمیم قلب بخش اعظمی از زندگی شانس هم هست، یعنی من اعتقاد دارم حالا به دید مذهبیش میشه تقدیر و سرنوشت و اینا، ولی شانس به نظر من خیلی در زندگی موثره، ولی به نظر من در خونه آدمهایی رو میزنه که براش تلاش میکنن، یعنی نمیشه که شما هیچ کاری در زندگیت نکنی بله بله توقع داشته باشی که موفق بشی. دلت میخواد با کدوم کارگردانه ایران کار بکنی؟ رامبد جوان. خیلی نه شما که همیشه افتخار هست حتما. خب این سوال جوابای کلیشه‌ای داره تقریبا دیگه، چون همه آدما دوست دارن که با کارگردانه کار. و اینکه میدونی که با اون کار بکنی خیلی خوبه برات. حتما آقای فرهادی آقای نعمت‌الله رو خیلی دوست دارم، خیلی زیاد. آقای میرکریمی رو خیلی دوست دارم، تا حالا آقای میرکریمی ندیدم از نزدیک و کارهاشون رو دوست دارم. خیلی اصلا دوست دارم باشون کار کنم، ولی خب به نظرم درست هم داری میبینی، یعنی انتخابای درستی هم. نمیم اینا هیچ وقت کار کمدی میکنن یا نه، ولی اینو ببین، یکی از مونولوگای کارهای آقای کیمیایی. بله. حکم. بله بخون. دیدم بخونمش از اول تا آخر. ای پسر 4 تا چایی 5 تا تخم مرغ هم میندازی تو کره محلی، زردشو به هم نزنی ها، میخوام وقتی میخورم ببینم، یعنی رویت کنم. زردشو که به هم میزنن جنجال تو تابه را میندازن و جنگ بین زرده و سفیده و کره و نمک و دو پر گوجه فرنگی مغلوبه میشه، میذاره جلو. جیگر میخواد بگه این تخم مرغ محلی نیست. حالا اینجوری که فکر میکنه نه اونجوری که فکر میکنه آقای کیمیایی دوست داره اجراش کنه. ای پسر 4 تا چایی 5 تا تخم مرغ هم میندازی تو کره محلی، زردشو به هم نزنی ها، میخوام وقتی میخورم ببینم، یعنی رویت کنم. زردشو که به هم میزنن جنجال تو تابه را بیندازن و جنگ بین زرده و سفیده و کره و نمک و دو پر گوجه فرنگی مغلوبه میشه، میذاره جلوت. جیگر میخواد بگه این تخم مرغ محلی نیست. کات متشکرم. خیلی دیالوگای
عجیبی داره کار آقای کیمیا. آره اصلا مختص خودشون. ان شاء الله سلامت باشه. بله ان شاء الله سلامت باشه. یه جمله رو در نظر بگیریم، مثلا همین. نه این سخته. یه جمله این که یه جمله خودت بگو. از یک از کارات بگو یه جمله رو. سرگرد چرا همه رفتن؟ یعنی چی چرا؟ چون بعد اون جواب بده من. الان خالی اون بره. سرگرد چرا همه رفتن؟ یعنی چی چرا بمونم؟ برای اینکه همیشه قاتل به محل جنایت برمیگرده دیگه. اینم نمیدونی؟ همه میدونن، همه. منم مونده بود. چی چی چی؟ مونده بود. نه چیز خاطری یهو چیز شدم. نه یهو سخت شد برام. آخه یادم رفت. خب همین قدشو، همین قدشو. خب اینو حالا با خشم بگو. تست بازی. برو برو برو. نشون بده مالکی اومد. همه بازیگرا این کارو کردن اینجا. فرگورد چرا همه رفتن؟ یعنی چی برای هیچ با خنده بگی. اون کار راحت بود. فرگورد چرا همه رفتن؟ یعنی چی چرا اینجا بمونن؟ برای اینکه همیشه قاتل به محل جنایت برمیگرده دیگه. اینم نمیدونی. خیلی باحال بود. دمت گرم. آقا چی حالت بد میکنه؟ فقر. فقر؟ واقعا فقر. دوچارش هست؟ فقر و مریضی. دوچارش بودی؟ نه در اون حدی که بخوام بگم نه. ولی بیماری و فقر خیلی. به خصوص در مورد بچه ها. نقطه ضعف عجیبی دارم سر بچه ها. یعنی کاملا به هم میریزم. خیلی. یعنی اگه برم یک جایی یک بچه بیمار ببینم تا یک هفته اون آدم سابق نیستم. آره میفهم. قلق چیه برای اینکه حال خودتو خوب کنی؟ یعنی تو اون لحظه حالم خوب بشه. حالا توی اون لحظه اصلا کلا فوتبال بازی کردن، هر وقت توی زمین دارم فوتبال بازی میکنم به هیچی فکر نمیکنم. مرسی. راحت اینه که بری فوتبال. خب همیشه که نمیشه این کاری که مثلا شب ناراحت بشی. نه این کلیش بود. بخوام حالم خوب بشه با دوستام حرف میزنم، تلفن میزنم با آدمایی که حالا فکر میکنم که باشون حرف، نه در این مورد، در موردی که ناراحتم کرده نه، ولی اینکه حالشون رو بپرسم اینم چیکار میکنن، چه میدونم جویای احوالشون بشم، یه ذره فکرم آزاد میکنم. دلت میخواد یه یادی از مامان بکنی؟ همیشه یادش هستم دیگه، چیزی نیست که بخوام بهش فکر کنم تا یادش، روزی نشده که یادش نباشم. و حس عجیبیه. همیشه به دوستان میگم، یعنی به آدم ها میگم، میگم که ما آدم ها در روی کره زمین خیلی کار بدی، خیلی کار بدی میکنه، یعنی جنگ و طبیعت و نمیم در هر موردی بگیم ما آدم ها گندش رو در میاریم واقعا. بعد من همیشه میگم که خب این تقاص کلی آدم ها در روی کره زمین کی پس داده میشه؟ همیشه این برام سوال بود، یعنی گفتم که زمین به یک نوعی باید منهدم بشه که اصلا تلافی همه این کارهایی که آدم ها میکنن، کاریزما باید برگرده بهشون. وقتی که مادرم فوت کرد فهمیدم که همینجاست، یعنی خدا تقاص همه کارهای بد رو، حالا این زاویه نگاه من بود، میخوام عمق فاجعه رو بگم، برای من با متلاشی شدن زمین در یک سطح بود. اصلا نیازی نیست خدا کاری بکنه، وقتی که مادرت رو میگیره همون حالو داره. روحشون شاد واقعا. فقط خیالم از این بابت راحته که نمیشه دیگه مادری از این بهتر، یعنی اگر بهشت و جهنمی باشه که هست و اگر بهشتی باشه اصلا امکان نداره که نره. برای همین تای زندگی وقتی اینه و قرار آدم خوبا برن یه جایی که شاید ما نریم، مطمئنم تو صفحه اوله، مطمئنم، شک به این موضوع ندارم. برای اینکه یادش کنم و بهش فکر کنم همیشگیه، اصلا جدا شدنی نیست. خدا حفظ کنه شما را. خیلی ممنون. دلت میخواد یه جمله به یه نفر بگی؟ خواهر خواهرزاده رفیق.
به خانوادم، به پدرم، به خواهرم و برادرم و بچه هاشون میگم که مستقیم به خودشون بده. بله، میگم که از ته قلب با تمام وجودم دوستتون دارم و بعد از خب ما قدر هم دیگر همیشه میدونیم، ولی بعد از رفتن مامان خیلی 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 بیشتر میدونیم و من تا لحظه ای که زنده هم تمام زندگیم رو وقف خوشحالی شما میکنم، از ته دل قسم میخورم برای این موضوع. ماشاءالله خدا همه تونو برای هم دیگه حفظ کنیم، سالم و سلامت کیف کنیم کنار هم دیگه، فضا رو عوض کنیم. آره، لبخند باید بزنی؟ بله. 15 ثانیه و رای بگیری. آه دارت نزده ببین، یا ابوالفضل کاراتو ببین، دارت بذار تو، دارت به کارامو ببین. ببینید نگاه کن شاوسنی جون، دارتتو بذار. چقدر مسابقه فوتبالیمون چیستر بود، پرپر و پیمونتر بود. آره دیدی خیلی. آقا لبخند 15 ثانیه رای. 15 ثانیه. شما تو فصل یک لبخند زدین؟ بله بله. آره من نمیدونم چیز گرفتی؟ جایزه گرفتی؟ یه لوح گرفتم، نمیدونم حالا برای چی بود. نه فکر نمیکنم برای بر لبخند جایزه گرفتم. لبخند یه تندیس اینجوری مثل یه هندونه. نه آماده؟ یک دو سه 15 ثانیه بشمونیم بیاییم پایین. 1 2 3 15 14 13 12 13. متشکرم. ماشاءالله به این تماشاچی‌ها و رفقای عزیز دل من که از ساعت 2-3 از دو هم میگفتیم خوب، یه ساعت هم به بیشتر بود براتون، از ساعت 3 تا الان که یکی بعد از نیمه شب اینجان و سرحال و قبراق. ماشاءالله ماشاءالله. آقا بفرمی آماده ای؟ بله بله. موسیقی و تشویق، برو 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 برو. حقم خورده نشه، چه حقی دیگه. دو تا چهار هشت، اینم که تو در و دیوار و اینا بفهم. متشکرم از تأخیرت. آقا قول چی میدین برای ما؟ قول؟ بله، که بیرون از اینجا یه کاری کنین، یک تا چند نفر احساس خوشحالی کنن. بعد بگم جلوی دوربین؟ بله، و باید دوربین هم بیاد بعد بگیره. خب بیاد ولی نگم دیگه. ها چجوری؟ کار مثلا کار خیر دیگه، گفتنش مثلا خیلی هم خوشایند نیست. نه چرا، این اتفاقا ببین، نه من مشکلی با اینکه اتفاقا من اون آدمایی که میگن تشویق یه سری جست این کارو میگیرن، اگر یک آدمی که شناخته شده است و حالا چند نفر دوستش دارن این کارو بکنه، حتی اگه تبلیغ هم باشه، به نظرم تبلیغ خوشایندیه. کار خوبیه. آره کار خوبیه. بله، پس من همه یادش مثلا که شب عید است قطعا. بله بله، یه کار خیر برای بچه‌ها، مریضا، بزرگا. یک خانواده ای که از 5 تا بچه 3 تاشون معلومه. او تو میدونی اصلا الان شناسایی بله بله شون کردی؟ بله، من یه چند ماهی که باشون در ارتباطم. از 5 بچه 3 تاشون معلومه. بله بله، و بله خیلی شدید معلول شدیدن، چون یه سری کارت دارن اینا که درجه بندی دارن، اینا شدیدن 3 تاشون. خیلی سخته و میخوای بری پیششون؟ من تا حالا منظرشون نرفتم. اونا یه بار سر یک از تمرینات ما که یه بازی ما کردیم با تیم ستارگان جهان اومده بودن، من از اونجا باشون آشنا شدم، تلفنم رو بهشون دادم، تماس گرفتن و یه سری مدارک رو برای من فرستادن. اینم صبرش بود، یه سری مدارکش رو برای من فرستادن و خیلی از دوستان من کمک کردن. من واقعا کار من فقط یک واسطه بودم، کار خاصی نکردم. یه پیرنم من دارم. آها. چند سال اینو آماده کردم، چند سال که 2-3 ساله. این پیرن خودمه، پیرن تیم ملی همون شماره 17 خودمه. آها. امضای چند نفر روشه. من اینو گرفته بودم که یه سری زندانی آزاد کنیم 3 سال پیش، 2 سال فکر کنم اسفند 2 سال یا 3 سال پیش بود، و ما این کار کردیم به کمک خانم کرامتی و علی زیا. رفتیم و اتفاق جالبی که افتاد، ما اینا رو آزاد کردیم، بعد لیست رو که شمردیم دقیق 17 تا زندانی آزاد کرده بودیم. یعنی
آره. و اتفاق جالب دیگه‌اش این بود که ما 77 میلیون پول جمع کرده بودیم، یعنی همش 7 تاش خیلی اتفاقات بامزه‌ای توش افتاد بدون اینکه هیچ کدوم قبلش بهش فکر کرده باشیم. اون پیرن رو اون کسی که یه آدمی اومد 40 میلیون داد که من نمیدونم کیه هنوز، هیچ کدوممون نمیدونیم، از یک واسطه طریق یک واسطه این پول رو داد، 40 میلیون از اون 77 میلیون رو ایشون پرداخت کردن و پیرن رو هم نگرفتن، گفتن که من این رو خودم دوست دارم بدم، پیرن رو نگه دارید برای یه کار خیر دیگه استفاده کنید. از اون موقع تا حالا این پیرن تو کماد منه، یعنی منتظر بودم یک الان میشه دوباره این رو انداخت. این پیرن شماره 17 تیم ملی، همایون شجریان، پیمان معادی، بهرام رادان، پیمان قاسمخانی، کریم باقری، علیرضا منصوریان، مهتاب کرامتی روش امضا کردن. آره این 7 نفر روش امضا کردن و یک یادگاری خیلی بامزه یه به نظر من، یعنی که یک پیرن، حالا اصلا مهم نیست که پیرن کی باشه، من هنوز روش امضا نکردم چون احساس کردم این آدم ها خیلی آدم های بزرگتری هن و کافیه اون امضا روش، ولی پیرن خودم بود چون میخواستم یه پیرن دیگه ای پیدا کنم که نشد چون وقت نداشت اون موقع. این پیرن رو من تو اتفاقا خیلی هم پیرن عزیزیه برام چون فکر میکنم آخرین پیرن تیم ملی که برای خودم نگه داشتم، من دیگه الان این رو بدم هیچ پیرن با شماره خودم و اسم خودم از تیم ملی تو خونه ندارم، ولی به نظرم کار مهمتریه این کار. این پیرن هست، هر کسی که هر کاری فکر میکنه میشه برای این پیرن انجام داد، من آره من حاضرم که این پیرن رو در اختیارش بذارم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. هدایامو تقدیمت می‌کنم. عکسای آقای علیرضا فانی از دریچه ارومیه تقدیم به شما. بله. مرسی. مخلصم. میتونم ببینم؟ بله حتما. خیلی غم انگیزه اون عکس از دریچه ارومیه. بله. ولی یه عکس دیگه که این باز نشانه امیده که هنوز جای سرسبز و آباد تو ایران هست، بعد مراقبت کنیم. این کجاست میدونی؟ نه متاسفانه، عذرخواهی میکنم. و لوحمون که خیلی برامون ارزشمنده تقدیم به شما. از اینا داشتم. بله این دومیشه تقدیم به شما. خیلی مخلصم. خیلی متشکرم. دوستتون دارم. خیلی ممنون. به احترام مردم عزیز ایران بلند میشیم. بفرمایید اینجا لطفاً. یه آرزو برای مردم عزیز ایران بکن و بعد خدافظی کنیم. چون نزدیک سال نو هم هستیم، من بزرگترین آرزویی که میتونم بکنم پیرو حرفایی که با هم زدیم، امیدوارم که همه مردم ایران در اقصا نقاط کشورمون که اصلا و دارن در یک کشور ثروتمند زندگی میکنن، به دور از فقر، به دور از بیماری و به دور از هر چیزی که باعث بشه زندگیشون از اون روند عادی خودش، نه چیز خیلی خارق‌العاده، خارج بشه، امیدوارم به دور باشن. امیدوارم که مردم ایران در رفاه و سلامت و شادی باشن سال 96. الهی آمین. به روش خودمون مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. آرزو میکنم که مثل همیشه سر حال قبراق باشید، سلامت در کنار خانوادتون، راضی و پرروزی. مخلصیم، رو به اونجا میگیم شاد باشید. 1 2 3 شاد باشید. اون چیه که میره جلو بازمونه، اون چیه که همه رو میخندونه، خندت کوش خنده وانه، هر جا هستیم شبکه نسیم کوش خنده وانه، کلی آدم زحمت کشیدن و خنده وانه ساختن دیدن و که نکنه دلت بگیره خستگیت هم در که میره. وقتی شروع میشه همه چی خوبه، هر کی میبینه میدونه، تو دلمون عشقا میکوبه، بگو تو هم یه بار دیگه. وقتی شروع میشه همه چی خوبه، هر کی میبینه میدونه، تو دلمون عشقا میکوبه میکوبه میکوبه. اون چیه که میره جلو بازمونه، اون چیه که همه رو میخندونه، که نسیم کوش خندوانه، چیه که میره جلو بازمونه خندوانه، اون چیه که همه رو میخندونه.